بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر با در سوال ما شما عبارت از الکترون ترانسپورت چین و اکسیداتیو فسفوریلیشن. خب قبل از اینکه ما سر موضوع بحث بکنیم، اول اما موقعی که ارگانیلی که در داخل حجره ای سایکل یا ای مسیر مهم را انجام میدهد، سر از ما بحث میکنیم که عبارت از مایتوکندری است. چیزی که بسیار مهم در سلاید ما شما مورد بحث قرار میدهیم این مایتوکندری است و مایتوکندری ها که هستن به نام خانه انرژی یا هاوس آف انرژی هم یاد میشوند، بخاطر از اینکه بیشترین منبع انرژی در داخل مایتوکندری تولید میشوند و اعضایی که زیاد انرژی به مصرف میرسانند دارای مایتوکندری های فراوان است. یک مثال خوبشان عضله قلب است. در صورت با مایتوکندری ارگانیل هستن، یگانه ارگانیل هستن که در اینجا اکسیژن به مصرف میرسد و مایتوکندری ها دارای دو غشا است، غشای خارجی و غشای داخلی. مهمترین موضوع در رابطه به غشای مایتوکندری ها که هستن، اول مایتوکندری های غشای خارجی ازی که هستن مهمترین مشخصش نمیست که آزادانه قابل نفوذ است، از این طرف اکثر مواد به آسانی میتونن عبور بکنند. اما برجسته‌ترین خاصیت غشای داخلی چی هستن؟ که اینی که هستن امپرمبل است، یعنی در مقابل مواد آزادانه قابل نفوذ نیست، یعنی هایلی سلکتیو است. و دیگه موضوع بسیار مهمی که در مربوط به غشای داخلی مایتوکندری است باید داشته باشیم که انمی غشای داخلی مایتوکندری ها در سبا محل هستن که در اینجا انمی عمله الکترون ترانسپورت چین یا به اصطلاح سکای الکترون ترانسپورت چین و عمله اکسید فسفوریلیشن صورت میگیرد. و قسمت دیگه مایتوکندری ها عبارت از مایتوکاندریال ماتریکس یا ماتریکس مایتوکندری هستند که توسط غشای داخلی مایتوکندری ها احاطه شدن. مهمترین مشخصی از یا انمی هستند که دارای غلظت پایین آین هایدروجن هستند. و دیگه مشخصی نمیست که انمی ماتریکس مایتوکندری ها محلی هستند که دیجا کرپ سایکل صورت میگیرد و در داخل ماتریکس مایتوکندری ها بیتا اکسیدیشن یعنی میتابولیزم فاتی اسید صورت میگیرد و در داخل مایتوکندری ها که هستن میتابولیزم پایروویت که در سمسر قبلی ما شما سرشان بحث کردیم صورت میگیرد. و دیگه قسمت که هستن در مایتوکندری ها بسیار مهم هستن فضا بین دو غشا یا انتر ممبرن سپیس و مهمترین مشخصی ازی که هستن برخلاف ماتریکس مایتوکندری ها غلظت آین هایدروژن دیگه زیاد است. خب پس گپای خود در رابطه با مایتوکندری ها خلاصه میکنیم. مایتوکندری ها دارای چهار ساختمان است: غشای خارجی، غشای داخلی، ماتریکس، فضا بین دو غشا. غشای خارجی آزادانه قابل نفوذ است، غشای داخلی آزادانه قابل نفوذ نیست و غشای داخلی محل است که در آن اکسیداتیو فسفوریلیشن و در سیمرزی ما شما سران بحث میکنیم صورت میگیرد. و دیگه موضوع قسمتی از مایتوکندری که توسط غشای داخلی ها داشتن به نام مایتوکندری ماتریکس یاد میکنیم که در آن غلظت پایینی هایدروجن است و در آن کرپ سایکل، میتابولیزم اسید شحمی، میتابولیزم پایروویت صورت میگیرد و همچنان ترکیب کتون بودی هم صورت میگیرد. دیگه آخرین موضوعی که در رابطه با مایتوکندری ها بودن، آخرین قسمتشان عبارت از فضا بین دو غشا است که توسط غشای خارجی و غشای داخلی احاطه شدن و این قسمت که است به نام انتر ممبرن سپیس یاد میکنیم و این قسمت که است دارای غلظت بلند آین هایدروژن است. خب میایم سری الکترون ترانسپورت چین. در با الکترون ترانسپورت چین از نامشان هویداست، مشخص است که زنجیری است که انتقال میدهد الکترون ها را. پس این یک دستگاه است. این دستگاه یا این ساختمان متشکل از چند پروتئین هستند، چند مولکول هستند؟ 5 مولکول بزرگ هستند که در کجا قرار دارند؟ در غشای داخلی مایتوکندری قرار دارند که توسط اعداد رومی یا سمبول های رومی از 1 تا 5 نامگذاری شدند. کامپلکس شماره 1 از 2 است، 3 و بالاخره 5.
اکسیدات فسفوریلیشن چی است؟ پس الکترون ترانسپورتیشن در حد یک دستگاه مالیکولاست که به شکل زنجیر در قشای داخلی میتوکندریا قرار دارند، از شماره 1 تا شماره 5 وجود دارند. دیگه اکسیدات فسفوریلیشن هستند، چی هستند؟ خب اکسیدات فسفوریلیشن، فسفوریلیشن نصب فسفیت است، اکسیدات در مجرای اکسیژن هستند. خب چی است؟ عملیه است که در آن ای تی پی ترکیب میشه. در اثنای حرکت الکترون انرژی کاسل می شود بلا برتفاوت چارچا. ما چیکار میکنیم؟ با استفاده از نمو انرژی که ما بالای ای دی پی فسفیت علاوه میکنیم، یعنی ای تی پی ساخته می شود و ای دی پی فسفورایلیت می شود. اما این عملیه وابسته به اکسیژن است، از این خاطر بنام چیکار میکنیم؟ اکسیدیتی فسفورایلیشن. در مجرای اکسیژن بالای ای دی پی فسفیت وصل می شوند و ای تی پی حاصل می شود. ای تی پی انرژی هستند، باعث واحد تبادلوی انرژی هستن، یعنی مولکولی هستن که فوق العاده مهم بارزش دارن در تولید انرژی و همچنان پس تمام فعالیت هایی که در بدن ما شما صورت میگیرد وقت که نیازمند به انرژی باشد، یکم چیزی که میشناسن و عملیه ها ای تی پی هستن. خب البته بخصوص نمی تفاوت چارچاست که انرژی تولید می شود وقت که الکترون حرکت میکنه انرژی حاصل می شود با استفاده از انرژی ازی ای تی پی ما می سیم که نمی ره به نام کیم آزموتیک کاپلینگ هم یاد میکنیم. چیزی که اکسیدیت فسفوریلیشن را کنترل میکنن عبارت از سویه ای تی پی است. اگر سویه ای تی پی زیاد باشه معنیش نیست که ما انرژی کم داریم، ای تی پی را زیاد مصرف کردیم، به ای تی پی تبدیل کردیم، پس اکسیدیت فسفوریلیشن باید سریع شون تا زیاد ای تی پی تولید شود. وقتی زمانی که سویه ای تی پی پایین شود به این معنی که ما ای تی پی زیاد داریم، انرژی به انرژی نیاز نداریم، پس اکسیدیت فسفوریلیشن متوقف یا بدی نگردد. خب شما میفهمید که دینه خود میتوکندریا که از دینه مخصوص به خود دارن که در ترکیب پروتین هایی که در الکترون ترانسپورتشن رول دارد برای زکود می دهد. از این خاطر اگر میرشن دهی واقع شد امکان دارد که الکترون ترانسپورتشن یا انتقال الکترون و ترکیب ای تی پی شد متاثر گردد. من با تفصیل نرسرشن بحث میکنیم الکترون ترانسپورتشن یا ای تی سی. ATC به طور که قبلا گفتیم عبارت از مولکول های بزرگی هستن که در قشای داخلی میتوکندری قرار دارن، وظیفه‌شان انتقال الکترون است. خب همی پروتین های بزرگ به نام مولتی پروتین کامپلکس یاد میکنیم و وظیفه ازیا چی هستن؟ الکترون ترانسپورتشن، انتقال الکترون از چی؟ از NADH و FADH. شما در رابطه با NADH معلومات دارین. NADH شکل ارجاع شده NAD NAD و در رابطه با NAD شما در سمسر قبلی خواندین که NAD از نیکوتین ادرین داینیکلتاید با وجود می نام مکملشان نیکوتین ادرین داینیکلتاید است که این شکل فعال ویتامین B3 است و وقت که ارجاع شود یعنی هیدروژن بگیرد باز NADH حاصل می شود و FADH2 شکل ارجاع شده FAD هستن، فلوین ادرین داینیکلتاید و این شکل فعال ویتامین B2 هستن. باید داشته باشیم که یا چی وقت حاصل می شود؟ در اثنای میتابولیزم انرژی وقتی ما از مواد غذایی انرژی به دست میاریم، مثلا وقتی که کرف سایکل صورت می گیرد در درس قبلی شما خواندین و یا هم میتابولیزم شهم صورت می گیرد، اینا یک مقدار زیاد انرژی به شکل ارجاع شده در ارجای NADH FADH ذخیره می شود، یعنی بالای NADH هایدروژن علاوه می شود NADH حاصل می شود و بالای FAD هایدروژن علاوه می شود FADH2 حاصل می شود. پس اینا شکل ارجاع شده NADH و FAD هستند و چی حاصل می شود؟ در اثنای اکسیدیشن مواد غذایی وقتی حاصل شدن یا چیکار میکنن؟ میرن در الکترون ترانسپورت چین، از این انرژی حاصل می شود از NAD که شکل فعال ویتامین B3 است. باید داشته باشین ما شما بازم سرشون اداری خود کردیم، از این سه مولکول ATP حاصل می شود که میتونن شما همیشه بایدان بارن که از NAD شکل فعال ویتامین B3 سه ATP حاصل می شود و FAD که شکل فعال ویتامین B2 هستن از این چند مولکول ATP حاصل می شود. همیشه باید داشته باشین که از این دو ای تی پی حاصل می شود، دو انرژی ای تی پی حاصل می شود که امروز ما شما با تفصیل تر از این موضوع بحث خواهد کردیم. پس وظیفه الکترون ترانسپورت چین چی هستن؟
از NADH و FADH ریتمون را میگیرد و که انتقال میدهد به اکسیژن. خب و در سبب باید داشته باشین که اگر محلی که اکسیژن به مصرف میرسد اینمی الکترون ترانسپورت چین است که در غشای داخلی مایتوکاندرا قرار دارد. پس هیچگاه از یاد نران اکسیژنی که هر لحظه ما تنفس میکنیم میرن در حجره و تو هموگلوبین ایرمی برن به انساج، در انساج که رفت و این اکسیژن میرن از داخل از غشای حجرات عبور میکنن داخل سایتوپلازم میشن و سایتوپلازم وارد مایتوکاندرا میشن. در مایتوکاندرا در کدام قسمت؟ در غشای داخلی مایتوکاندرا و در غشای داخلی مایتوکاندرا در ترانسپورتین به مصرف برسد. الکترون رو میگیرد، چارج منفی رو به خود میگیرد، با هیدروژن یکجا میشد، آب رو میسازد. و انمی اکسیژن در انسان ها به حیث گیرنده الکترون اف آی دیسپای میکنه. وقتی بیسنه گرفتن سبب حرکت انتقال الکترون میشود و سبب تولید انرژی میشود. اگه این نباشن اصلا انرژی اصل نمیشود. که چطور اصلا نمیشود ما شما تفصیل اینجا ستاشم بحث خواهد کنیم. خب برالاوه که پنج مولکول بزرگ در الکترانسپورتین قرار دارد، دیگه دو مولکول کوچکی داریم به نام کوینزایم کیو و سایتوکروم سی. اینیا به حیث ناقل الکترون بین کامپلکس های بزرگ اف آی دیسپای میکنن. مثلا کوینزایم کیو از مولکول های دو یک و دو الکترون میگیرن، به سه انتقال میدن، سه به چار، چار به سه، باز از سه سایتوکروم سی به چار انتقال میدن، چار به اکسیژن انتقال میدن، پنجمش که در تولید ATP رول داره. خب موضوع خوب هستن که ما سرشان بحث کنیم و قدر موضوع مهم هم نیست. خب خیر اگر فهمیدین خوب مشکلی نیست. پلاستی گروپ های هر کامپلکس هستند به این مانوار سابقه که در بعض کامپلکس ها که هستند یک تا مولکول ها قرار دارند. مثلا FMN که شکل فعال و تومین بی دو هستند و همچنان FAD این ها که هست در کامپلکس شماره یک و دو الکترون ترانسپورتین قرار دارند، یا گروپ هیم که هست در سایتوکروم سی و چار قرار دارند، و یا هم آیونیمیس که هست در کامپلکس شماره پنج قرار دارند. دیگه موضوع بسیار مهم اکسیژن که در بدن ما شما چی وظیفه انجام میدن، گیرنده الکترون در کجا هستن در الکترون ترانسپورت چین اسوسییشن نمیست. از این خاطر اگر اکسیژن نباشن در حالت هایپوکسیا اکسیداتیو فاسفوریلیشن کاملا مختل می شود و ای تی پی ترکیب نمی شود که نمی بالاخره سبب سل انجوری می شود. ای تی پی که نباشن مندار که وظایف بسیار اساسی حجره انجام نمیشود. از جمله اکشن سدیم پتاسیم پمپ است که فیل میشن، سدیم پتاسیم که فیل شد سدیم از حجره خارج نمیشود، سدیم آب رو به طرف خود جذب میکنه، سبب سلولر سولینگ میشوند که این مراحل که هستن ریورسیبل است. اگه این حالت ادامه پیدا میکنن بالاخره کلسیم داخل حجره میشن، سبب تجزیه لایزوم رپچر میشود و بالاخره مایتوکاندریا از مایتوکاندریا سایتوکروم سی آزاد میشود، سایتوکروم سی بالاخره سبب اپوپتوزیس و بالاخره ایریورسیبل سل انجری میگردد که شما در پاتولوژی با تفصیل این موضوع را مطالعه خواهد کرد. خب در آسپکس های انساج حجرات ای تی پی نمیسازد و یگانه منبع انرژی باز حجرات چی هستن؟ گلایکولایزیس. و اما کدام گلایکولایزیس؟ انئروبیک گلایکولایزیس که در آن پایروبیک اسید که از گلایکولیز حاصل میشه این حالت به لکتیک اسید تبدیل میشه که دو مشکلی هم داره با وجود میارن، و یکی که انرژی کم از گلوکوز حاصل میشه، دو مولکول ای تی پی حاصل میشه، و طرف دیگر مقدار زیاد گلوکوز سریعا به مصرف برسد، ذخایر گلوکوز کم میشه، و طرف دیگر تولید لکتیک اسید یا تیزاب داخل حجره زیاد میگرده. کاهش توی انرژی و چطور حجره میفهمند که حجره انرژی کم شدن؟ با پیامی که پیشتر ما شما گفتیم ADP چی میشن در حالت؟ ADP زیاد میشن. وقتی ADP زیاد شد انتقال الکترون از NADH و FADH باکسین بیشتر میگردن. خب من این انتر ممبرن سپیس هست و این هم غشای داخلی مایتوکاندریا. فکر کنید که تا ایچ ادامه دارن این غشای داخلی مایتوکاندریا. پس این که غشای داخلی مایتوکاندریا شد، اتما ما غشای خارجی هم داریم. این غشای خارجی مایتوکاندریا میشه. این غشای خارجی مایتوکاندریا. ما میتونیم این رقمی هم میده ادامه بدیم. و این هم انتر ممبرن سپیس فضا بین غشا. و این چی میشن؟ این هم ماتریکس مایتوکاندریا میشه. خب پیشترم گفتیم که غشای خارجی قابل نفوذ است، از این مواد عبور کرده میتونن، اما غشای داخلی قابل نفوذ نیست. خب
ما اینجا کامپلکس شماره یک داریم، دو داریم، سه داریم، چهار داریم و کامپلکس شماره پنج داریم. کامپلکس شماره یک را به نام NADH دیهایدروجنیز هم یاد میکنیم. کامپلکس شماره دو به نام سکسین دیهایدروجنیز یاد میشه، یک انزایم از درقت ساختمان پروتئینی دارد. کامپلکس شماره سه سایتوکروم ریداکتیز نام دارد، چهار سایتوکروم اکسیدیز نام دارد، پنج دو دومین است، یک اف زیرو دومین است که به حیث پروتون چنل عمل میکند. اف زیرو دومین این قسمتش به حیث چنل پروتون یا آین هایدروژن عمل میکند و دیگه اف یک دومین دارد، این قسمتش که هستن. دیگه کس یک وظیفه انزایماتیک دارد که به قسمت به نام ای تی پی سنتز زد میکند. در تولید ای تی پی فوق العاده رول مهم دارد و گفتیم که کوئنزایم کیو سایتوکروم به حیث ناقل بین نیمی مولکول های بزرگ فاسفه میکنند. سایتوکروم کیو از فاکتوری از کامپلکس یک و دو الکترون میگیرند به سه انتقال میدهند، سه از سه سایتوکروم سی میگیرند به چهار، چهار به کیو میگیرند به اکسیژن انتقال میدهند. خب NADH میان الکترون خود را میگیرند به میتن به کامپلکس شماره یک و چی اصلا میشود؟ NADH اصلا میشود و همچنان آین هایدروژن از یک کجا میرن، پروتون ها کجا میرن، فضا بین دو قشر. به می ترتیب الکترون به کی انتقال میدن؟ به کوئنزایم کیو. و همچنان FADH الکترون خود به کی انتقال میدن؟ به کامپلکس شماره دو. و FAD حاصل می شود، آین هایدروژن به کجا انتقال میدن؟ به ماتریکس، به فضا بین دو قشر آین هایدروژن را انتقال میدهند. و کوئنزایم کیو هم از کامپلکس شماره یک و شماره دو الکترون میگیرد به کامپلکس شماره سه انتقال میدهند. خب سوالی که مطرح میشد، NADH و SFADH دیگه چی میشوند؟ یگانه منبع مهم از یک است کرپ سایکل است. در کرپ سایکل هم NADH اصل میشود و هم FADH. و در کرپ سایکل چی به احتراق میرسد؟ شما قبلا خواندین درسای قبلی میفهمین که در کرپ سایکل چیزی که به احتراق میرسد عبارت از اسیتایل کو ای انزایم ای است. از تلکی است چی اصل می شود؟ ما شما خوانده ایم از گلوکوز اصل می شود، خصوصا از پایروید. دیگه از یک تعداد امین اسید ها اصل می شود و همچنان دیگه مرکبی که از این از تلکی اصل می شود از فتی اسید اصل می شود، از تلکی از الکهول اصل می شود، از کیتون بادی اصل می شود. پس از این مرکبات که وقتی استال کیاسل شده که سایکل میاد، که سایکل با NADH و FADH تبدیل میشه. NADH و FADH که در سایکل اصل میشه، چطور از انرژی اصل میشه؟ امروز ما سر از این موضوع بحث میکنیم. در الکترون ترانسپورت چه انرژی تبدیل میشه؟ بالاخره از کامپلکس شماره 3 که الکترون رو از کوئنزایم کیو گرفته بودن، باز سایتوکروم سی انتقال میدن. سایتوکروم سی با کامپلکس شماره 4 الکترون انتقال میدهد و بالاخره الکترون بالای اکسیژن نصب میشه و با او هایدروژن یکجا میشن. چی اصل میشود؟ آب اصل میشود. هر لحظه اکسیژنی که ما شما تنفس میکنیم در نیم قسمت افای وظیفه میکنه و اگر اکسیژن نباشن یعنی کامپلکس شماره 4 الکترون از دست دادن نمیتونن و از دست دادن نتونستن این انتقال الکترون و عکس الکترون از FADH NADH انرژی صورت نمیگیرد و FADH و NADH به مصرف نمیرسد. کرپ سایکل دیگه متوقف میشود چون NADH که زیاد شد کرپ سایکل هم متوقف میشود. کرپ سایکل که متوقف شدن این سلکه که اصل شده بود از این انرژی بدست نمیان، بدست که نامدن ماندار ATP فوق العاده در داخل جا کم میشود. این هم در سایب موضوع بسیار مهمی که میخوام سرشان بحث بکنیم. به این ترتیب وقت که از NADH FADH الکترون انتقال میابد، هایدروژن ها در فضا بین دو غشا یا انترمبرنس فیلز غلظتشان فوق العاده زیاد می شود. این موضوع در سلاید قبلی ما شما با تفصیل مطرح کردیم. وقتی هایدروژن زیاد شد، اینال هایدروژن در داخل حجره کم است، در اینجای کش چارچای منفی هستند، زیاد هستند. اینال هایدروژن بنابر تفاوت غلظت و بنابر تفاوت چارچا که در داخل حجره چارچ منفی هستند بسیار بالاقه میخوان داخل باشن، داخل الکترون، داخل ماتریکس میتوکندریا بسیار بالاقه میخوان داخل ماتریکس شد، اما به هیچ وجه داخل ماتریکس شدن نمیتونن مگر از طریق کامپلکس شماره 5. از طریق کدام دومین؟ دومین اف 0. وقتی که میان اثر قضی انال ایجا اف یک دومین که به حیث ای تی پی سنتز میگیم، ای یک پروتئین متحرک هستن و یه در حرکت میان. وقتی که حرکت میان عین مانند توربین اف آی وظیفه میکنن. اینال ایجا انرژی برقی که از اثر انتقال پروتون به حاصل میشود به انرژی کیمیایی تبدیل میشود. چطور؟ بالا ای دی پی فاسفیت علاوه میکنیم، چی حاصل میشود؟
ATP حاصل می شود و این امین است فاسفیت ما فاسفورشن میگیم. در موجود چی صورت گرفت؟ اکسیژن. پس اینی عملیه را بنا میچل میکنیم اکسیداتی فاسفورشن. در کجا صورت میگیرد؟ در الکترون ترانسپورت چین. الکترون ترانسپورت چین چی هستن؟ اینمی زنجیره مولکول ها هستن که الکترون چی میکنن؟ انتقال میدهد. وقتی انتقال داد بالاخره سبب تولید آیون هیدروژن در فضا بین غشا می شود، دو غشا می شود و این هیدروژن که داخل ماتریکس می آن مقدار زیاد انرژی تولید می کنند که در نتیجه انرژی ازی بالا ADP فاصله می کنیم، ATP حاصل می شود و به این ترتیب تحقیقات نشان دادند که از هر NADH بیشتر هم گفتیم CATP و از هر مولکول FADH 2 ATP انرژی به دست می آید و اینانه که وقتی ATP به دست آمد دوستی ما یک ترانسلوکیز یا یک چینل داریم که ADP را با ATP تغییر موقت می دهند. ATP را از داخل ماتریکس میتوکندرا می گیرند با سایتوپلازم انتقال می دهد و ADP که در سایتوپلازم از تجزیه ATP حاصل شده بودند بالاخره با داخل ماتریکس میتوکندرا می شود و به این ترتیب اکسیداتیو فاسفورشن تکمیل می گردد. یک موضوع دیگه ای که می خواهیم سر از این موضوع بحث کنیم انکاپلر هستن. انکاپلرز مولکول هایی هستن که غشای میتوکندری داخلی میتوکندری را در مقابل آیون هیدروژن قابل نفوذ می سازن و پس این مولکول ها را بنامه چیز میکنیم؟ بنامه انکاپلر یاد میکنیم. یکی از این مولکول ها 2,4-دینایتروفینول است. در سبایی در تقریبا در سال 1930 به حیث دوای چاقی با بازار عرضه کردید. این دوا چیکار میکردن؟ این میامدن در اینجا جا به جا میشتن انال هیدروژن را از فضا به این دوغشا داخل ماتریکس میتوکندرا میکردن. خب در سبا قبل از اینکه ما درس خود به این موضوع ادامه بتیم فقط این موضوعی که باید تداری میکردیم در این قسمت در خوب است که امیال یادآوری کنیم. وقتی که امی پروتون یا آیون هیدروژن داخل ماتریکس می شود انرژی از این را چند فیصد در تولید ATP مصرف می شود؟ باید داشته باشین 50% از این در تولید ATP به مصرف می رسد. ما هیچگاه نمی تانیم که مکمل انرژی از این را به انرژی دیگر تبدیل بکنیم. این ضایعات هم داریم و متبقی 50% دیگه از این که هستن چی می شود؟ به شکل حرارت ضایع می شود. از این خاطر اگر شما زیاد اکسرسایز کنین زیاد ATP رو مصرف میکنین. وقتی زیاد ATP رو مصرف کنین با زیاد ATP رو باید تولید بکنین. وقتی زیاد ATP رو تولید میکنین پس شما زیاد این مواد غذایی رو به مصرف میرسونین، زیاد استالکی و زیاد اندیچی فریج حاصل میشود و زیاد ATP حاصل میشود و انال وقتی 50% انرژی تان در تولید ATP مصرف رسید 50% دیگهشان به شکل حرارت ضایع میشود. وقتی حرارت زیاد تولید شد ماندار برای از اینکه ما حرارت ضایع بکنیم حتی ما عرق میکنیم و جلد ما شما باید سرد شود تا باشن مرتوب شوند تا وقتی که هوا بالا جلد ما شما میتابد میوزد و سبب سرد شدن جلد و زیای حرارت میگردد. از این خاطر باز استرس وقتی که ما شما اکسرسایز میکنیم یا کار فیزیکی انجام میتیم در این حالت ای که عرق میکنیم ای که درجه حرارت بدن ما شما بلند شده میرن دلش نمیست که 50% انرژی که از مواد غذایی حاصل میشود در تولید ATP به مصرف رسید که ما باز در فعالیت فیزیکی به حساب رساندیم 50% به شکل حرارت ضایع میشه. خب انکاپلر ها چی میکنن؟ انکاپلر ها در صاحب انکاپلر ها که هست انال آیون هیدروژن را میگیرد. انکاپلر ها آیون هیدروژن را بدون از اینکه ATP تولید شود به شکل حرارت چی میکنن؟ ضایع میکنن. وقتی به شکل حرارت ضایع شدن انال چیکار میشن؟ انال ما انرژی را مصرف میکنیم اما ATP تولید ترکیب نمیشود. وقتی ترکیب نشدن اینال ما انرژی مصرف میکنیم ATP ترکیب نشدن و بالاخره ما به فقدان انرژی مصرف میشیم. خب داینوتروفینول 2,4-دینایتروفینول چیکار میکردن؟ به عین میکانیزم تاثیر میکردن. انرژی هیدروژن داخل میشد تمام انرژی به شکل حرارت ضایع میشدن. این اصلا ATP ترکیب نمیشدن. وقتی ATP ترکیب نشدن سایه ADP پایین اما سایه ADP بالا سرعت انتقال الکترون سریعتر میشدن. مواد غذایی خصوصا شمع زیاد به مصرف میرسید فتی اسید. وقتی زیاد به مصرف رسید بالاخره تریگلیسرید باید زیاد تجزیه میشد. وقتی تریگلیسرید زیاد تجزیه شود شخص چی میشن؟ سخت لاغر میشد و این دوا به حیث لاغری با بازار عرضه گردید. اما وقتی با بازار عرضه گردید این دوا سبب ازی شدن که در بعض مریضان
این حرارت بسیار زیاد تولید شد و حتی سبب مرگ بعضی مریض هم شد. حرارت زیاد سبب هایپرترمیا می شد و این سبب مرگ می شدن. از این خاطر بعد از او دوا را دوباره از بازار جمع کردن و این دوا فعلا وجود ندارد و آل موارد استعمال ندارد. پس یکی از عوارض جانبی بسیار خطرناک از این دوا چی بودن که تمام انرژی به شکل حرارت ضایع می شدن و حرارت بدن شخص را بسیار زیاد بلند می بردن. دیگر در سبب آسپرین به دوز بسیار بلند این مشکل را ایجاد میکنن، خصوصا در اطفال. از این خاطر باز ای از در اطفال که از مزاد استفاده از فینر استفاده نمیکنیم، به خاطر اینکه به حیث انکاپلر ایفای وظیفه میکنن. وقتی که به حیث که انکاپلر استفاده کردن مقدار زیاد انرژی در تولید تیپی مصرف نمیرسه، همیشه به شکلی حرارت چی میشن ضایع میشن، سبب هایپر ترمیا میکردن. دیگه ترموجنین یک مولکول های پروتین های هستند که در براون فرد وجود دارد، اینو هم به حیث انکاپلر افاوس به میکنن. براون فرد در اطفال نوزاد است، در بین دو سکاپولا در گردنشان قرار دارن و همچنان اینی براون فرد دارای مایتوکاندری زیاد هستند و مایتوکاندری از یک هستند ترموجنین دارد. ترموجنین چیکار میکنن؟ به حیث انکاپلر افاوس به میکنن و امی پروتین ها رو داخل ماتریکس بدون از اینکه در تولید انرژی به مصرف رسد به شکل حرارت چی میشن انرژی را ضایع میکردن. و فایده از این چی هستن؟ فایده از نمی هستن که اینا مواد غذایی را، مواد احتراقی را یا فیول را در تولید حرارت زیاد به مصرف برسانن، از این خاطر باز درجه حرارت بدن زیاد چی میشن بلند میشود. شما خب میفهمین که اطفال سطح بدنشان نظر بازشان بسیار زیاد هستن، به آسانی حرکت خود ضایع میکنن، از این خاطر به آسانی با هایپوگلیسیمی میرن، باشن با هایپترمیا میرن. از این خاطر که از این حالت جلوگیری شده باشد خداوند جل جلاله برای زنیا براون فرد دادن و براون فرد انکاپلر ها دارن که مقدار زیاد مواد غذایی که به مصرف باشن مقدار زیاد انرژی که از ما احتراق مواد غذایی حاصل میشوند به شکل حرارت تولید میکنند و سبب افزایش درجه حرارت اطفال میشوند. بعد داشته باشین که سیانید و همچنان کربن مونوکساید کامپلکس شما را چارا بلاک میکند و به این ترتیب ترکیب دیجه که هستن الکترون با اکسیژن انتقال نمیابد و بالاخره الکترون انتقال به صورت عموم کارش پیدا میکند. وقتی الکترون انتقال نیافت همی غلطت بلند هایدروژن تولید نمیشود، هایدروژن داخل ماتریکس نمیشود و بالاخره ATP تولید نمیشود و این سرات تسمم میکنه. باربیتوریت، روتونین که یک حشره‌کش است، یه نیا باز کامپلیس شما را یک را نهی میکنن. وقتی کامپلیس شما را یک نهی شد بازم از NADH انرژی اصلا میشه، NADH زیاد میشه، باز کرپس سایکل را نهی میکنن، کرپس سایکل که نهی شد انرژی دیگر تولید نمیگردد و این طرح ثابت تسامن میشه. اولیگومایسین یک انتیبیوتیک بودن که قبل استفاده میشنن و استفاده نمیشن، او هم باز کامپلکس شماره 5 نهی میکردن سبب نهی انتقال هایدروژن در داخل ماتریکس میشتن و بالاخره انرژی اصل نمیشتن سبب تسمم میگرد. خب این در سبا در اسلاید پیشتر ما شما گفتیم که NADH و FADH که در اسلاید وجود دارد، ما شما گفتیم که از کجا اصل می شود؟ در کرپس سایکل اصل می شود، خصوصا در کرپس سایکل از استالکی، استالکی باز از منابع مختلف اصل می شود. اما باید داشته باشیم که اینال در خود گلایکولیز نیز NADH اصل می شود، اما NADH که در گلایکولیز اصل می شود با کدام سرنوشت رو برو می شود، او هم باید وارد در حالتی که اکسیژن موجود باشد باید وارد ماتریکس میتوکندری شود و با تولید انرژی به مصرف برسد. خب طوری که ما شما پیشتر گفتیم که غشای داخلی ماتوکندری قابل نفوذ نیست، از این خاطر NADH به هیچ وجه وارد ماتریکس ماتوکندری شده نمیتونه مگر اینکه هایدروژن خود را به شکل دیگه وارد ماتریکس بسازد. دو مسیری هستند که از طریق آن NADH هایدروژن خود را به داخل ماتریکس ماتوکندری انتقال میدهد، یکشان گلیسرول فاسفیت شتل هستند که از طریق از هر مولکول NADH 4 تیپی انرژی حاصل می شود و دیگه مالیت اسپارتیت شتل هستند که در آن از دو مولکول NADH 6 مولکول تیپی حاصل می شود. شما دیگه می بینید در مالیت شتل NADH که در گلایکولیز حاصل شد
هایدروژن خود را به اگزال استیک میتن و چی اصلا میشود؟ ملت. ملت وارد ماتریکس میتوکاندریا میشود، دوباره هایدروژن خود را به اندی میتن، چی اصلا میشود؟ NADH. پس از این NADH چند NADH اصلا میشود؟ 3. چند NADH اصلا میشود؟ اینجا 2. اینجا پس چند NADH اصلا شد؟ اینجا هم 2 NADH اصلا میشود. 2 ضرب 3 از این 6 مولکول ATP به دست میاد. و همچنان دیگه مسیر که از گلیسرول فاسفیت شتل هستن دیگه چی گفت میشن؟ انرژی چی که در گلایکولیز اصل شده بودن دو هایدروژن خود را به دای هایدروکسیستین فاسفیت میتن و بالاخره او به گلیسرول فاسفیت تبدیل میشن. گلیسرول فاسفیت باز یک چنل مخصوص خود دارن که وارد چی شد؟ وارد ماتریکس میتوکاندریا. انال گلیسرول فاسفیت وقتی وارد ماتریکس شدن انال هایدروژن خود را به انرژی نمیتن، به چی میتن؟ به اف ای دی. وقتی به اف ای دی داد چی اصل میشن؟ اف ای دی اچ 2 اصل میشن. و چند NADH در گلایکولیز اصل می شود؟ 2. پس چند NADH اصل NADH FADH اصل می شود؟ دیگه هم 2. وقتی 2 اصل شد از هر FADH 2 تیپ اصل می شود، 2 ضرب 2 چند میشن؟ 4. پس به در نتیجه 4 عدد ATP یا 4 مولکول ATP دیگه هم حاصل می کردن. و آخرین موضوعی که ما شما سرشم بحث خواهد کردیم عبارت از محاسبه انرژی که از یک مولکول گلوکوز اصل می شود. به این تصویر بسیار خوب نشان داشتن. گلایکولیزیس در درس قبلی ما شما مطالعه کردیم عملی بود که در آن گلوکوز با دو مولکول پایروویت تبدیل می شود، با دو مولکول ATP و با دو مولکول NADH. ATP خود انرژی است، از سیتوپلازم حاصل شدن و بالاخره پایروویت وارد ماتریکس میتوکاندرا می شوند. پایروویت با دو استالکیت تبدیل می شوند و در این زمان دو مولکول NADH هم حاصل می شود. دو استالکیت دو کجا میرن؟ وارد کرسایکل می شوند. از این دو استالکی 6 NADH حاصل می شود. از دو استالکی 2 FADH حاصل می شود. از دو استالکی 2 GTP مدل DTP حاصل می شود. پس از دو مولکول استالکی 2 ATP حاصل شد، 2 FADH 2 ضرب 2 4 ATP حاصل می شود و از هر مولکول NADH 3 ATP، 6 ضرب 3 18 ATP حاصل می شود. 18 جمع 4 میشن 22، جمع 2 میشن 24. پس 24 ATP حاصل شد از دو مولکول استالکی در کرف سایکل و بالاخره NADH فریش در الکترون ترانسپورتشن میرن که جا از اون NADH حاصل میشود. و دو مولکول وقتی دو پایروت به دو استالکی تبدیل میشود، دو مولکول NADH حاصل میشود که از هر کدام میشن 2 و مجموعا 6 مولکول ATP حاصل میشود. 6 جمع 24 میشن چند؟ 30. دو مولکول ATP حاصل میشود میشن چند؟ 32. وقتی 32 شد پس این دو NADH که در گلایکولیز حاصل شده بود اگر از طریق گلیسرول فاسفیت شتل داخل شود 4 ATP و اگر از طریق مالت شتل اسپارتیت شتل داخل شود 6 ATP. پس با 32 جمع 6 اگر جمع کنیم 4 جمع کنیم 36 میشن، اگر 6 جمع کنیم 38 میشن. پس در نتیجه از هر مولکول گلوکوز 36 الی 38 مولکول ATP حاصل می شود. خب درس با این بود درس مریضیتان با مریضی که واز اما چیز واضح شده باشن. بازم اگر کدام جا کدام قسمت مغلق بود نفهمیده باشین کوشش کنین که از طریق کلاس آنلاینتان سوال مطرح کنین با کامنت هایتان با سوالاتتان حتما در ویدیوی بعدی ما پاسخ خواهد گفتیم و یا هم در قسمتی که شما سوال مطرح کردین انشاءالله ما جواب خواهد گفتیم. موفق باشین، وقتی خوش، خداحافظ.